آزادی و پوشش اسلامی برای زنان در افغانستان و ایران. ایران و افغانستان دو کشور عمدتاً مسلمان در جهان است که تقریباً 99% از جمعیت آن را مسلمان تشکیل می‌دهد. این دو کشور برای تطبیق و پیاده سازی نظام اسلامی در کشور همیشه مورد بحث کشورهای جهان بوده است، از جمله آزادی زنان و نحوه پوشش آنان در کشور. در این بین تفاوت‌های زیادی بین خواسته‌های زنان افغان و ایران از پوشش و آزادی وجود دارد. اولین جرقه های حجاب اجباری در ایران در سال 1357، یک ماه پس از پیروزی انقلاب 57 زده شد. خمینی در سال 1359 تا یک سخنرانی شدیداً از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده است، و بعد دولت بنی صدر 10 روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. بعد از این سخنان از صبح شنبه 14 تیر ماه 1359 ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. این روند در ایران همچنان ادامه داشت و در سالهای اخیر مردم و خانواده‌های ایرانی عمدتاً از پوشش‌های مانند روسری و تعدادی هم از چادر استفاده می‌کردند و هیچ محدودیت‌های دیگری مانند افغانستان برای زنان از طرف خانواده و دولت وجود نداشت. اما همچنان زنان و دختران ایران زمین از حجاب اجباری و پوشش روسری در کشور شکایت داشتند و آزادی بیشتری می‌خواستند، تا اینکه انقلاب مهسا امینی در ایران رخ داد و زنان ایران با انداختن روسری و آتش زدن آن آزادی بیشتری به دست آوردند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. در همین روزهای اخیر ویدیوهایی که از ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد که ایران دیگر آن کشور اسلامی نیست که روح الله خمینی می‌خواست، و در کوچه و خیابان‌های ایران زنان و دختران با آزادی کامل و پوشش غربی دیده می‌شود، اما همچنان در قوانین جمهوری اسلامی حجاب اجباری است. در طرف دیگر زنان افغانستان قبل از سقوط نظام جمهوریت از آزادی تمام و کمال برخوردار بودند، اما در کشور مانند افغانستان بیشتر محدودیت‌ها و پوشش‌های اجباری از طرف خانواده‌ها و فرهنگ که از گذشته برای آنان بجا مانده است، دختران و زنان را وادار می‌سازد که باید پیرو دین و ارزش‌های خانوادگی خود باشد، و همچنان زنان و دختران افغان هیچ مشکل با پوشش اسلامی ندارد. پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن امارت اسلامی، محدودیت‌های زیادی برای زنان افغان وضع شد، از جمله منح تحصیل، کار، اجاب و محدودیت‌های دیگر. اما تنها خواسته آنان در 3 سال گذشته فقط ادامه تحصیل، کار و موارد اندکی بوده است که حق مسلم و هر شهروند در کشورهای مختلف جهان است. نظر شما در این مورد چیست؟